اسمارویه را در اولین تجربه سرمربیگری در داربی پایتخت با چالش‌های متفاوتی روبرو خواهد بود و برای رسیدن به صدر جدول باید اونها رو در نظر بگیره. استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته 23 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران چهارشنبه شب از ساعت 20 یعنی فردا باید به مسافه یک دیگه برن و داربی دور برگشت فصل 1402-1403 رو به انجام برسونن. جدالی فوق‌العاده حساس که میتونه سرنوشت قهرمانی لیگ 23 رو هم مشخص بکنه. در حال حاضر بین دو تیم 3 امتیاز فاصله وجود داره و هر دو سرمربی به خوبی از شرایط موجود مطلع هستند. اسمار ویرا باید اولین داربی خودش در قامت سرمربی و پشت سر بگذاره و چالش‌های مهمی رو پیش روی خودش می‌بینه. اولین چالش معمای قلب خط دفاعیه. شنیده ها حکایت از اون داره که گیورگی گولسیانی به داربی خواهد رسید و مصونیت را پشت سر گذاشته. با این وجود نفر کنار دستی او در قلب خط دفاعی مشخص نیست. محمد حسین کنعانی زادگان به علت محرومیت قادر به همراهی سرخپوشان نیست و فرشاد فرجی، علی نعمتی و وحدت حنانوف 3 گزینه‌ای هستند که قابلیت بازی در پست مدافع میانی رو دارن. به نظر میرسه شانس فرجی برای بازی کردن به طرز محسوسی بیش از دو بازیکن دیگه خواهد بود. فرجی عملکرد پرنوسانی رو در این فصل داشته و باید دید کادر فنی چطور اون رو مهیای این پیکار حساس خواهند کرد. مسئله بعد مقابله با نقطه قوت استقلاله. تیم تحت هدایت جواد نکونام تبحر ویژه‌ای روی ضربات ایستگاهی داره و بارها در این فصل تونسته با استفاده از همین حربه دروازه رقباشو باز کنه و امتیازات قابل توجهی رو به دست بیاره. از طرفی پرسپولیس در دیدار مقابل فولاد عملکرد ضعیفی روی ارسال‌ها داشت. با توجه به اینکه مساوی برای آبی پوشان نتیجه بهتری به حساب میاد، احتمالاً ضربات ایستگاهی میتونه بارزترین هدف اونها برای گلزنی به پرسپولیس باشه. اینجا هم ویرا و کادرش باید حسابی مراقب باشن و تدابیر مورد نظر خودشون رو بیاندیشن. گزینه بعدی کناره های که مسیر مناسبی برای ضربه زدن به استقلال به حساب میاد. با اومدن عبدالکریم حسن و اوجگیری دانیال اسماعیلی فر در کناره ها شاهد پیشرفت قابل توجه پرسپولیس طی هفته های اخیر بودیم. از طرفی مهدی ترابی مجدداً در نیم فصل دوم تبدیل به همون ستاره غیر قابل کنترل لیگ 23 شده و اوستون اورونوف خیلی زودتر از حد تصور با فوتبال ایران خودش رو تطبیق داده و به هماهنگی جالبی با دیگر نفرات فاز تهاجمی پرسپولیس رسیده. با این اوصاف استفاده از فضای موجود در کناره‌های زمین میتونه راهی جذاب برای موفقیت برابر استقلال باشه. ابوالفضل جلالی و صالح هردانی دو وینگ بک آبی پوشان هستند که بدون شک توسط مدافعین و هافبک های مرکزی حمایت میشن، اما باز هم برای عبور از اونها نمیتوان مأموریتی غیر ممکن برای شاگردان ویرا باشه. دیدار با فولاد نمونه عیان توانایی بالای پرسپولیس در ایجاد خطر روی دروازه رقبا از کناره های زمین بود. اشتباه فردی مقابل استقلال خودکشیه، این هم بحث دیگه پرسپولیسه. هر 3 گلی که پرسپولیس در نیم فصل دوم دریافت کرده محصول اشتباهات فردی مدافعان و دروازه‌بان این تیم بوده. در جدال با آلومینیوم خطای صورت گرفته جبران نشد، اما در بازی برابر فولاد فرصت برای بازگشت به وجود اومد. با این حال نیاز به گفتن نیست که تکرار چنین اشتباهات فردی برابر استقلال باهوش و قدرتمند جواد نکونام تنبیهی سنگین در پی خواهد داشت. ویرا باید از لحاظ ذهنی نفراتش رو مهیای این تقابل سرنوشت ساز بکنه و از بازیکنان با تجربه‌ای که داره بخواد تا شرایط رو در درون زمین کنترل کنن.
البته اگر خود این بازیکنان با تجربه مرتکب اشتباه بزرگی نشن. فلسفه هر دو سرمربی مشخصه. جواد نکونام علاقه من به فوتبال واکنشگرایه و با توجه به وضعیت کنونی تیم‌ها در جدول رده‌بندی این قضیه شدت خواهد یافت و آبی‌ها احتمالاً با احتیاط فراوان پا به ورزشگاه آزادی می‌گذارن. در سوی دیگه ماجرا سرمربی برزیلی مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر نشان داده شیفته فوتبال تهاجمی و مالکانه. سرخپوشان حتی بعد از زدن گل هم مجدداً آتش گلزنی دارن، اما این آتش ممکنه در صورت کنترل نشدن تبدیل به بلای جان پرسپولیس بشه. اونها باید به مسافه سرنشین شایسته لیگ برن و اگر بخوان برای گل زدن عجله کنن ممکنه غافلگیر بشن و اوضاع برایشون بسیار دشوار بشه. به نظر میرسه صبر جزو مهمترین واژه‌های این بازی برای هر دو تیم خصوصا برای تیم استقلال باشه. عثمان قرار اولین داربی رو در قامت سرمربیگری تجربه بکنه. ناشناخته بودن او میتونه نکته روشن برای جانشین یحیی گل محمدی باشه، اما نباید از ارزش تجربه در این مسابقه هم غافل شد. نکونام هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان سرمربی در این بازی حاضر بوده و عثمان بعد از دیدارهایی که کمک مربی بوده حالا باید تصمیم گیر اول کادر فنی باشه. کنترل هیجانات، اخذ تصمیمات مناسب در جریان بازی، مدیریت مسائل حاشیه‌ای و غیره جز مهمترین چالش‌های ویرا در این پیکار خواهد بود. در صورت شکست طبیعتاً هجمه‌هایی به سمت او میاد و پیروزی میتونه خیلی زود ویرا رو به سرمربی محبوب و مورد اعتماد پرسپولیسی‌ها تبدیل بکنه. و حالا این هم شرایط پرسپولیس بود در اولین بازی که میخواد عثمان ویرا به عنوان سرمربی روی نیمکت پرسپولیس بشینه. من خودم به عنوان پرسپولیسی دلم خیلی روشنه که حالا اولا بازی فردا به نظر من واقعا بازی جذابی میتونه باشه و حالا ایشالا با برد تیم محبوب ما باشه با احترام به همه استقلالی که هستش، ولی اونا هم 100% همونطور که دوستان استقلال برنده بشه ما هم از این سمت دوستان پرسپولیس برنده بشه و من خودم به شخص دل تو دلم نیست هرچی دوست از زودر دوست دارم فردا سر 8 بشه تا این دربی جذاب و ایشالا همه با هم ببینیم و اول لذت ببریم و بعد هم حالا ببینیم کدوم یکی از این دو تیم برنده دربی 103 پایتخت خواهند بود. و چیز دیگه هم باقی نمیمونه. خیلی ممنون از اینکه تا آخر این ویدیو همراه من بودین. خیلی خوشحالم که شما عزیزان کنار من هستین. همطور که من همیشه تو همه ویدیو هام میگم کانال ما در مورد اخبار و حواشی و خلاصه بازی های اکثر ورزش ها به خصوص فوتبال هست، پس خواهش میکنم اگه به این سبک از موضوعات علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله کنارش رو هم بزنید تا هر موقع ویدیوی جدید ما آپلود شد شما اولین نفری باشید که از اون با خبر میشید. خیلی دوستتون داریم، چاکریم، مخلصیم، ارادت خیلی زیاد. فعلا یا علی، خدا نگهدار.